با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون، رفقای پرتلاش رشته انسانی و همراهان همیشگی مؤسسه شما، سلام. من کماکان امیدرضا پورحسینی هستم، مدرس ریاضیات و آمار، و سال تحصیلی رو با تدریس کتاب 12 یعنی ریاضی و آمار 3 و در کنارش مرور 10 و 11 آغاز خواهیم کرد. قبل از شروع، ضمن قبولی عزاداری های شما در 2 محرم و صفر، حلول ماه ربیع الاول رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که بتوانید از فیوزات این ماه بهره مند بشید. ما بیدرنگ میریم سراغ کتاب 12، مبحث جدید هست، مثل 10 و 11 در واقع شما قبلا نخوندید. مبحث جدید، فصل 1، درس 1، یک موضوع بسیار بسیار زیبا و جذاب، در عین حال خلاقیتی و مهارتی، موضوعی که بین برابچه‌های رشته ریاضی، انسانی و تجربی مشترک هست و یک موضوع بسیار بسیار مهم و پرکاربرد تحت عنوان شمارش. قرار هست چیکار کنیم؟ قرار هست بشماریم بدون شمردن. آقای پورحسینی، یعنی چی بشماریم بدون شمردن؟ یعنی به جای اینکه حالتهای یه آزمایش، یه پدیده، یه عمل، یه کار رو بخوایم بنویسیم، دونه دونه بگیم 1, 2, 3, 4, 5، بشمریمش، به کمک یک سری قواعد و فرمول‌ها میخوایم اون تعداد حالات رو به دست بیاریم. لذا بهش میگن شمارش بدون شمردن، به کمک 4 عمل اصلی: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم. قرار هست تعداد حالت‌های یه عملی رو، یه کاری رو، انجام یه آزمایشی رو، یک پدیده طبیعی رو، تعداد حالتاش رو بشمریم. اما نه اینکه بیایم دونه دونه حالتها رو بنویسیم. فی المثل ممکنه یه کاری به 70 حالت قابل انجام باشه. آیا این عاقلانه است که ما بیایم بشینیم دونه دونه 70 حالت رو بشینیم بنویسیم و بشمریم؟ میگیم نه، علم شمارش به ما کمک میکنه تا به کمک یک سری قواعد بشماریم بدون شمردن. بریم سراغ بحثمون، فصل اول 12. اسم فصل: آمار و احتمال، مشتمل بر 3 درس: شمارش، احتمال و چرخه آمار در حل مسائل. درس اول شمارش رو آغاز می‌کنی و بخش اول تو شمارش اصل جمع، اصل ضرب و جایگشت. آقا اصل جمع چیه؟ اگر بتوان عملی را به ام طریق و عمل دیگری را به ان طریق انجام داد، به طوری که این دوتا را نتونیم با هم انجام بدیم، در این صورت به ام به علاوه ان طریق میتونیم عمل اول یا عمل دوم را انجام بدیم. به به، کلید واژه اصل جمع یاه. هر جا تو محاسبات یا بیاد جمعه، یا این کار یا اون کار میشه جمع. اصل جمع کلید واژه‌اش یاه. یه عملی به ام طریق، یه عمل دیگه به ان طریق. میخوام عمل اول رو انجام بدم یا عمل دوم، میشه ام به علاوه ان طریق. پس به ام به علاوه ان طریق میشه این کار رو انجام داد. کلید واژه یا عمل آ یا عمل ب میشه اصل جمع، پس میشه ام به علاوه ان، که ام تعداد راه‌های انجام عمل آ، ان تعداد راه‌های انجام عمل ب. به شدت به زبان فارسی شما و نگاه جامعه شناسی شما در زندگی روزمره نیاز داریم. یعنی یه جاهای جملات رو باید معادل سازی کنی، به زبان سلیس و ساده فارسی بگی، بعد ببینی تو دلش یا داره، وقتی یاه پس جمعه، وقتی یا داریم جمعه. میخوام شروع رو با یک مثال برم که بعد تو اصل ضربم این مثال رو بزنم. دیگه از این مثالا نمیگم، داخل جزوه مثال زیاده، با هم دیگه میخونیم و میبینیم. من چون خودم آدم شکمویی هستم، میخوام مثال خوردنی بزنم
من پروسینی رفتم یه ساندویچی میخوام یه دونه ساندویچ بخرم، انتخابای من چیه؟ میگه آقا تو ژامبونامون ژامبون مرغ داریم، ژامبون گوشت داریم و ژامبون قارچ، پس سه تا ساندویچ، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون قارچ. به 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 به. تو سوسیسامون هاتداک داریم، کوکتل داریم، آلمانی داریم با کراکوف پنیری، اصلا رویا، کودتا، هاتداک، کوکتل، آلمانی با کراکوف پنیری. پس سه مدل کالباس داریم ژامبون، چهار مدل سوسیس داریم. حالا من پروسینی میخوام یه دونه ساندویچ بخرم. شما به خودت میگی اگه بخوام یه دونه ساندویچ بخرم بالاخره یا باید کالباس بگیرم یا ببین تو دلش یا داره، تو یه دونه ساندویچ بیشتر نمیخوای، یا باید از بین ژامبونا انتخاب کنی یا باید از بین سوسیس ها انتخاب کنی. یا یعنی حالا تو چند تا انتخاب داری؟ میگی خب سه تا ژامبون، چهار تا، سه و چهار هفته. ببین خود به خود اصلا تو جامعه، تو زندگی روزمره، تو حساب کتابت داری از اصل جمع استفاده میکنی، یا ژامبون یا سوسیس، سه و چهار هفت، به این میگیم اصل جمع. علی برای رفتن به مدرسه میتونه از یکی از سه خط اتوبوس یا دو خط مترو استفاده کنه، یا میتونه سه تا خط اتوبوس میتونه استفاده کنه، یا دو خط مترو میتونه استفاده کنه. تعداد کل حالتهایی که علی میتونه به مدرسه بره چقدره؟ یا ببین، یا اتوبوس سوار میشه یا مترو، پس میشه سه به علاوه دو مساویه با پنج، ولا غیر. تمام. یه نکته همینجا بهت بگم رفیق، تمام فعالیت ها، مثال های حل شده، کار در کلاس ها و تمرین های کتاب تو این جزوه ها آورده شده، یعنی شماها بی نیازید به مراجعه به کتاب درسی، همه چی تو جزوه هست. دقت کنید، نکته دوم، ما وقتی داریم دوازدهم درس میدیم در دو جبهه داریم تلاش میکنیم، جبهه اول امتحان نهایی، جبهه دوم کنکور. لذا من همه مثال ها و فعالیت ها رو آوردم، هم باید برای امتحان نهایی آماده بشی، هم برای کنکور تستم میزنیم. فرض کنید در کتابخانه مدرسه 30 کتاب متفاوت درباره روانشناسی و 25 کتاب متفاوت با موضوع تعلیم و تربیت اسلامی وجود داره. 30 تا روانشناسی، 25 تا تعلیم و تربیت اسلامی. اگر دانش آموزی فرصت داشته باشد فقط یک کتاب با موضوع روانشناسی یا تعلیم و تربیت، فقط یه دونه کتاب میخواد، مثل اون ساندویج است، فقط یه ساندویج میخواد، یا ژامبون باید انتخاب کنه یا سوسیس، یا بره کتاب روانشناسی انتخاب کنه یا تعلیم و تربیت. برای این کار چند تا انتخاب داره؟ اصل جمع، یا 30 به علاوه 25 55. خانم فاطمی پرستار بیمارستان حضرت زینب سلام الله علیها است، او میتواند به صورت رایگان استفاده از سرویس بیمارستان یا پیاده روی، دو راه. رایگانمون خودش دو راهه، یا سرویس بیمارستان رو استفاده کنه یا پیاده بره، یا با پرداخت هزینه استفاده از تاکسی، اتوبوس یا مترو. این خودش سه راهه، یعنی اگه بخوای پول بدی سه راه داری، یا تاکسی سوار شی یا اتوبوس یا مترو، پس اینم سه راه. به محل کارش بره، همش یا دیگه، این که نمیتونه همزمان هم سوار اتوبوس بشه هم پیاده بره. ببینید جمله اول تو تعریف داره معلوم میشه، تو اصل جمع دوتا کار رو نمیتوان با هم انجام داد. ببین تو تعریف گفتیم طرف نمیتونه همزمان هم سوار مترو باشه هم پیاده بره هم سوار اتوبوس باشه، یکیشو باید انتخاب کنه، این یا اون. به محل کارش بره، خانم فاطمی برای رسیدن به محل کارش چند انتخاب داره؟ خب دوتا انتخاب رایگان داره، سه تا پرداخت هزینه داره میشه پنج تا، سه به علاوه دو پنج. اینجا همینجا میتونیم یه دونه ابرو باز کنیم بگیم سه به علاوه دو پنج. همه ی حالتهای ممکن را که او میتواند به صورت رایگان یا با پرداخت هزینه به محل کارش برود در یک مجموعه بنویسید. حالا گاهی اوقات تو حالتها را میتونی بنویسی دیگه آقای پروسینی. بله، مگه نگفتی حالتها را نمی نویسیم؟ آره ما حالتها را نمی نویسیم، ما میشمریم.
ولی یه جاهایی برای اینکه درک شهودیمون کامل بشه، خیالمون راحت بشه، اونجایی که تعدادش کمه می‌نویسیم ببینیم اه واقعیت با محاسبات ما یکی در میاد. خب آ چیه؟ یک پیاده روی، دوم اینجا سرویس بیمارستان، سوم تاکسی، چهارم مترو، پنجم اتوبوس. حالت دیگه ای نداره که. پیاده روی، سرویس، تاکسی، مترو، اتوبوس. پنج حالت داره دیگه. سه و علاوه دو، پنج. مثال، شما به چند طریق میتوانید فقط یک خودکار یا یک مداد، دوباره تو دلش یا داره، نگاه کن، فقط یک خودکار یا یک مداد یا یک روان، اوه اوه کم الله بالخیر، یا یک روان نویس را از بین. حالا پس ما یه دونه بیشتر نمیخوایم، یا مداد یا خودکار یا دیگه الان بلدی دیگه، اصل جمع رفتی فضا دیگه، همه رو با هم جمع کن. خب حالا ببین چند تا خودکار داری، من بالای هر کدوم مینویسم، از بین چهار خودکار این چهار تا با چهار رنگ مختلف، پنج مداد این پنج تا، سه روان نویس اینم سه تا انتخاب، یا دیگه اصلا درنگ نکن، چهاره به علاوه پنج به علاوه سه، چهار و پنج، نه و سه، دوازده، زدیم تو گوشش. آقا چقدر خوب درس میدی، آقا چه خوب یاد میگیریم، حالشو ببریم. بریم ادامه. آقا اصل ضرب، این اصل جمع، بریم اصل ضرب. اصل ضربم بگیم، بعد ترکیبی سوالای اصل ضرب و جمع برات حل کنم، کرکوپرت بریزم اینجوری. حالا اصل ضرب چیه؟ بریم سراغ ساندویچیه، آدمای شیکمو. ساندویچیه چی داشتیم؟ سه تا ژامبون داشتیم، ژامبون مرغ، ژامبون گوش، ژامبون قارچ. چهار تا هم سوسیس داشتیم، هات داگ، آلمانی، کوکتل، کراکوف پنیری. من عاشق کراکوف پنیری ام، این گاز میزنی پنیراش وسطش میریزه. این چهار تا اون حالا فرض کن من میخوام دو تا ساندویچ بخرم که حتما یکیش سوسیس باشه یکیش کالباس. اوه قشنگ شد، میخوام دو تا ساندویچ بخرم که یکیش سوسیس باشه یکیش کالباس. چه حالتهایی دارم؟ بیا اصلا با هم دیگه حالتها رو حساب کنیم. فرض کن ژامبون مرغ بخرم، حالا ژامبون مرغ با هات داگ، ژامبون مرغ با آلمانی، ژامبون مرغ با کوکتل، ژامبون مرغ با کراکوف پنیری، یا نه ژامبون گوشت بگیرم، ژامبون گوشت با هات داگ، ژامبون گوشت با آلمانی، ژامبون گوشت با کراکوف پنیری، ژامبون گوشت با کوکتل، نه ژامبون قارچ بگیرم، ساندویچ ژامبون قارچ با هات داگ، ژامبون قارچ با کوکتل، ژامبون قارچ با آلمانی و ژامبون قارچ با کراکوف پنیری. یعنی هر کدوم از ژامبون ها خودشون چهار حالت میتونن با سوسیس ها باشن. چند تا ژامبون داری؟ سه تا. سوسیس ها چهار تا. سه چهار تا، دوازده حالت داری. بشینی حالتاش هم بنویسی میشه دوازده تا. ولی چرا به خودت عذاب بدی؟ توش و داره، تو داری یه ساندویچ سوسیس میخری و یه ساندویچ کالباس. هر موقع کلید واژه و اومد ضرب کن بره، اصل ضرب برو بریم. آقا اصل ضرب، اگر عملی طی دو مرحله انجام بشه، یه توضیح الان بعدش میدم، اگر عملی طی دو مرحله انجام بشه به طوری که مرحله اول به ام طریق، به طوری که مرحله اول به ام طریق و مرحله دوم به ان طریق قابل انجام باشه، در کل آن عمل به ام ضرب در ان طریق قابل انجامه. آخ آخ آخ، کلید واژه چیه؟ و. هر جا و میاد اصل ضرب. یه نکته هم اینجا بگم یادت نره، کتاب تو تعریف گفته عملی طی دو مرحله، مرحله اول مرحله دوم. میخوام بگم آقا لازم نیست یه عملی یک دو سه چهار پنج مرحله داشته باشه، نه دو تا عمل رو با هم انجام بدیم. پس معادلش هم بگم، آقا عملی طی مرحله اول دوم انجام میشه، یا اینکه بگه دو عمل با هم انجام بشه، دو عمل با هم انجام بشه، یعنی عمل آ و عمل ب،
چرا اینو دارم میگم؟ واسه این میگم که همیشه نری دنبال این بگردی که یه کار باشه مراحل مختلفی داشته باشه. ممکنه دو تا کار رو بخوای با هم انجام بدی، این کار و این کار. خب اینا حالتاشون تو هم ضرب میشه، هر جا بینشون و باشه بینشون ضرب میشه. مرحله اول و مرحله دوم میشه اصل ضرب، میشه ام ضرب در ان، یا به جای مرحله اول و مرحله دوم بگیم عمل آ و عمل ب. اصل ضرب ام ضرب در ان، ام تعداد راه‌های انجام مرحله اول، ان تعداد راه‌های انجام مرحله دوم. ساندویچرم که دیدیم، 3-4 تا 12 تا. علی برای شرکت در یک مهمانی 3 پیراهن و 2 شلوار دارد. آقا داشلی 3 تا پیراهن داره، 2 تا شلوار. حالا ببین جالبه، علی که نمیتونه فقط پیرهن بپوشه با شورت بره مهمونی، اون برم شلوار نمیتونه بپوشه که با زیر پیرهنی بره، باید یه شلوار پاش کنه یه پیرهن. ببین با هم داره انجام میشه، و بینش حتما باید با هم انجام بشه. هم علی آقا باید شلوار بپوشه هم پیرن بپوشه، هر کدوم رو نپوشه زایه است. پس وه 3 تا پیرن باید. او به چند طریق میتواند 1 دست پیراهن و شلوار برای مهمونی بپوشه. خب 3 2 تا 6 تا. و حالا میخوام حالتاشو نگاه کن بچه ها. اگه پیرنا رو بگیم پیرن 1 P1، پیرن 2 P2، پیرن 3، و 2 تا شلوار رو بگیم شلوار 1 S1، شلوار 2 S2. حالا نگاه کن اگه حالت ها رو بخوام برات بنویسم، P1 رو با S1 بپوشه، P1 رو با S2، یا P2 رو با S1 بپوشه، یا P2 رو با S2، یا P3 رو با S1 بپوشه، P3 رو با S2. ببین خود به خود تو حالت ها هم بشینی بنویسی میبینی 6 حالته. پیرن اولش رو با یکی از شلوارا بپوشه 2 حالت، پیرن دوم با یکی از شلوارا 2 حالت، پیرن سوم با یکی از شلوارا 2 حالت، 3 تا 2 حالت، 6 حالت دیگه. حالا این کمه تعداد 6 تاست، گلاب کاشونه، سری جمعش میکنی میره. ولی حالا اگه تعداد زیاد باشه، یهو تعداد جواب بشه 120 تا، میخوای بشینی بنویسی؟ نه، اصل ضرب 3 2 تا 6 تا. شهودیش هم نوشتم که ببینی آقا حالتاش هم بنویسی همون میشه. معمولا اینجور موقع نمودار درختی میکشن، تو نمودار درختی حالت ها رو نمایش میدن به صورت شهودی برای حالت هایی که تعدادش خیلی زیاد نیست. مثالش این فعالیت کتابه. فرض کنید دانشجویی میخواد از بین 2 درس عمومی ارائه شده 1 درس عمومی و از میان 3 درس اختصاصی ارائه شده 1 درس انتخاب کنه. پس میخواد 1 عمومی انتخاب کنه و 1 اختصاصی. نگاه کن، میخواد 1 درس عمومی و 1 درس اختصاصی انتخاب کنه. خب چند تا درس عمومی داریم؟ 2 درس عمومی داریم. چند تا درس اختصاصی داریم؟ 3 درس اختصاصی، 2 3 تا 6 تا. همونش. او به چند طریق میتواند 1 درس عمومی و 1 درس اختصاصی برای خود انتخاب کنه. خب میشه 3 2 تا 6 تا، 3 ضرب در 2 میشه 6. حالا حالت ها رو ببین، همون کاری که من برای پیرن شلوار علی کردم، گفته آقا عمومی ها 1 و 2. حالا ببین نمودار درختی، عمومی 1 رو میتونه با اختصاصی 1، من می‌نویسم اخ، با اختصاصی 1 برداره، یا با اختصاصی 2، یا با اختصاصی 3. این خودش میشه 3 حالت. عمومی 2 رو میتونه با اختصاصی 1، یا اختصاصی 2، یا اختصاصی 3 برداره. هر کدوم از عمومی‌ها خودشون 3 حالتن. 2 تا عمومی داریم، 2 تا 3 حالت میشه 6 حالت. 2 3 تا 6 تا اصل ضربه. چرا؟ چون میخواد 1 درس عمومی برداره و یه. حالا اگه گفته بود آقا این آقا بیشتر از 1 درس نمیتونه برداره، فقط 1 درس میتونه برداره، میگفت آقا یا باید عمومی بردارم یا اختصاصی، 2 به علاوه 3 5. رفتیم تموم شد اصل ضرب و اصل جمع و قشنگ هم خاک کردیم، یه بار انداز کردیم، تموم شد دیگه اصل ضرب و جمع. انتخاب دروس عمومی به 2 طریق امکان پذیره.
و هر کدام که انتخاب شود برای درس اختصاصی سه راه وجود داره. عمومی دو تا، هر اختصاصی سه تا، دو سه تا 6 تا. اینم اصل ضرب یا اصل جمع و اصل ضرب. نکته، ما تو اینا دو تا عمل دیدیم، دو تا کار دیدیم. این تعمیم داره. حالا 10 تا عمل تو هم ضرب کن، 10 تا عمل یا بینشونه با هم جمع کن. پس اصل ضرب و جمع تعمیم داره. به این نکته دقت بکنید. نکته، اصل جمع به بیش از دو عمل و اصل ضربم به بیش از دو عمل قابل تعمیمه. شما اگر تعداد راه‌های انجام یکی از کا عمل میشه ام یک، یکی از کا عمل یعنی عمل یکیش، یعنی عمل یک یا عمل دو یا الی آخر یا عمل کا، کا عمله یک دو سه تا کا، چون یکی شما خواهی انجام بدی، اولی یا دومی، ببین تو دلش یا داره جمع. یه موقع میگی آقا انجام کا مرحله یه عمل، کا مرحله شو میخوای انجام بدی، یعنی میخوای مرحله یک رو انجام بدی و مرحله دو رو انجام بدی و مرحله سه رو انجام بدی و الی آخر مرحله کا رو انجام بدی. انجام کا مرحله رو میخوای انجام بدی، مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه، مرحله چه، همه رو. و میشه ام یک ضرب داره، ام دو ضرب داره، ام سه ضرب داره، الی آخر. پس آقا تو اصل ضرب و اصل جمع لازم نیست حتما فقط دو عمل نیست، ممکنه چند تا باشه، تعمیم داره، ایرادی نداره. هر چند تا یاداشتی با هم جمع میشه، هر چند تا وعداشتی تو هم ضرب میشه. مدیر عامل یک شرکت برای مثال کتابتونه، برای تصمیم گیری درباره توسعه شرکت 15 نفر از سهامداران و هیئت امنا رو در دو گروه آ و ب دسته‌بندی میکنه. آقا 15 نفر داریم، تو دو گروه دسته‌بندی میکنه. 7 نفرشون رو میندازه تو گروه آ و 8 نفر رو قرار میده تو گروه ب. اعضای گروه آ باید درباره نتایج مساعد احتمالی و اعضای گروه ب درباره نتایج نامساعد احتمالی تحقیق کنن. هر کدوم کار جداگونه دارن. گروه آ درباره نتایج مساعد احتمالی و ب درباره نتایج نامساعد احتمالی. مدیر عامل به چند طریق میتواند فقط با یک نفر از این 15 نفر مشورت، با یکیشون، یا از آ با یه نفر، یعنی چی؟ یعنی یا از گروه آ یا از گروه ب، میشه 7 علاوه 8 = 15. اصل جمع. تازه نیازی هم به 7 علاوه 8 نبود، چون کلا 15 نفرن دیگه. در واقع میخواد با یه نفر مشورت کنه، یه دونه از این 15 نفر دیگه، 15 حالت. حالا میگیم آقا اینا رو دو گروه کرده، 7 نفر گروه آ، 8 نفر گروه ب. خب 7 تاش 15 دیگه با یکیشون. اما میگه اگر مدیر عامل بخواهد از هر دو گروه مشورت بگیره، ها، هم از آ هم از ب، به شرط آنکه از هر گروه یه نفر نتیجه تحقیقاتش رو باش در میون بذاره، یعنی یه نفر از آ، یه نفر از گروه آ و یک نفر از گروه ب. به چند و دیگه، ببین تمام زبان فارسیه، تمام زبان فارس، هر جا لغلغه زبان یا شد جمع و شد زن. میخواد دو نفر انتخاب کنه، یه دونه از گروه آ، یه دونه از گروه، یه دونه از گروه آ و یه دونه از، طبیعیه دیگه، و دیگه. حالا به چند طریق؟ 7 نفر گروه آ داریم، 8 نفر گروه ب، 7 8 تا 56 تا. حالا آیا عاقلانه است من بشینم 56 حالتو بنویسم؟ نو. پس چیکار کنم؟ وات؟ اصل ضرب راحت، یه دونه گروه آ، یه دونه گروه ب، 7 8 تا 56 تا. یکی از مثال‌های بسیار خوب، زیبا، پیشرو و مطمئن، ربطی به امرسان نداره، مؤسسه شما این ما، که خیلی هم پرکاربرده، هم کنکور هم امتحان نهایی، این که اگه شهری میخوای بری به یه شهر دیگه، چقدر این سوال خوبه، من کشته مرده این سوالم، دیوونه کرده این سوال من،
میری تست میزنید، او تو تستا میری کتابایی که سوال امتحان نهایی دارن، او چقدر زیاد. نگاه کنید، رفتیم حالا ترکیبی صنعتی و سنتی میخوایم بزنیم، اصل ضرب و اصل جمع بمالونیم به هم مطابق شکل زیر. میان چهار شهر A, B, C و D راه هایی وجود داره. بچه ها نگاه کنید، از A به B 3 راه وجود داره، از B به C 4 راه، از A به D 3 راه، از D به C 2 راه وجود داره. به چند طریق میتوان از شهر A به شهر C و از طریق به چند طریق میتونیم از A بریم به C از طریق شهر B. آقا نگاه کن، الف همینج الف رو این بالا بنویسم. آخو الف میخوایم بریم از آ به سی از طریق شهر بی، یعنی چی؟ یعنی اول از آ باید بریم به بی و سپس از بی بریم به سی. طبیعیه دیگه، از آ بریم به سی گفته از طریق. خب از آ به بی چند راه داریم؟ سه راه. از بی به سی 4 راه. خب تعداد حالت ها و یا میخوام برم از آ به بی یا از بی به سی، یا اینکه از آ برم به بی و بعدش خب معلومه و دیگه، این که همه میفهمن دیگه. این که میگم به زندگی روزمره دید جامعه شناسی زبان سلیس فارسی ربط داره همیناست. اینا رو دیگه باید خودت بفهمی دیگه. نمیخوای از شهر آ بری به بی یا این که از بی بری، معنی نداره که بی، میخوای بری از آ به بی بعدش هم از بی بری به سی و دیگه. این وسط و پس 3-4-12 تموم شد. خیلی ساده است بچه ها، خیلی. با پور حسینی معلم را به خانه ببرید، یعنی راحت صفا کن. ب گفته از شهر آ به شهر سی بریم. آقا از شهر آ به شهر سی بخوایم بریم که دو تا مسیر داریم، یا با یا اومد یا میتونیم از آ بریم به ب و به سه، یا از آ بریم به د. چقدر قشنگ. پس ب رو اینجا بنویسم. ب آقا از آ میتونیم بریم به ب، بعد از ب بریم به سه، یا از آ بریم به د، از آ بریم به د بعد از د بریم به سه. این وسط یا داریم، دو راه داریم برای رفتن به سه، یا از طریق شهر ب یا از طریق شهر د، یا از طریق شهر ب یا از طریق شهر ده، یا تو دلش، یا برم به بعد برم سه، این وسط و داری، برم به و بعد برم به سه، یا برم به ده بعد برم به سه، این وسط هم و. تموم شد. خب بیا راه رو روش بنویسیم. از آ به ب که 3 تا داشتیم، ب به سه 4 تا، از آ به ده 3 تا داریم، از ده به سه هم 2 تا. یا از آ برم به سه 3-4 تا، یا اینکه از آ برم به ده بعد سه 2 تا. اینم ترکیبی صنعتی سنتی مشتی ضرب و جمع با هم برو حالشو ببر. 3-4 تا 12 تا 3-2 تا 6 تا کلن 18 راه وجود داره برای اینکه از آ بریم به سه. حالا دیدی چه جوری میشه اصل ضرب و جمع رو ترکیب کرد؟ یا برم به ب بعد برم به سه 3-4 تا 12 تا، یا به علاوه برم به ده بعد 3-2 تا 6 تا. آقا قسمت پ چی میگه؟ از شهر ب به شهر د سفر کرد. از ب این اینم این همونه. میخواد از ب بره به د. آقا از ب بخواد بره به د دو راه داره. یا از ب بره به آ بعد بره به د. ب بره به آ یا اینکه از ب بره به س بعد بره به د. اینم این همینه. قسمت پ. یا از ب بره به آ بعد بره به د، یا از ب بره به س بعد بره به د. بازم همونه. پس این وسط یا داری. حالا از ب بره به آ سه راه، از آ بره به د سه راه. اینجا و داریم دیگه، از ب بره به آ و از آ بره به د. یا اینکه از ب بره به س 4 راه، از س بره به د 2 راه. اینجا وعده داری. پس میشه
به آده سه ستا یا اینکه به سده چار دوتا. سه ستا نه تا چار دوتا، هشتا نه هشت، هیفده و تمام. یه سوال ترکیبی زیبا از اصل ضرب و جمع. بریم مثال بعدی. یه مثال خوشگلم بچه ها اینجا داریم، اینم ترکیب اصل ضرب، البته ترکیب نیست، دو قسمت داره، یه قسمتش اصل جمع، یه قسمتش اصل ضرب. خوبه سوال، سوالو نگاه کنیم. در کیسه آ تعداد چهار مهره و در کیسه ب تعداد سه مهره. آقا کیسه آ چهار مهره، کیسه ب سه مهره و در کیسه سه تعداد دو مهره، پس سه تا کیسه داریم، چهار تا، سه تا، دو تا. به چند طریق میتوان نگاه کن، میگه به چند طریق میتوان از یکی از کیسه، ببین آقا زبان فارسی، از یکی از کیسه ها یه مهره انتخاب کرد یعنی چی؟ از یه دونشون، یعنی یا از کیسه آ، یا تو دلش یا داره. این مثال برای چی آقای پورسنی آوردی؟ این مثال آوردم که ببینید خیلی موقع شما یاور رو تو صورت سوال نمیبینید، تو تستای کنکور نمیبینید، به مثال ها و فعالیت ها و تمرینای کتاب نگاه نکن که کودکان درس داده همه رو و گذاشته یا گذاشته، همه رو قرمز کرده، اینجا و اینجا یا، گوگولیا مگولیا. نه تستای کنکور اینجوری نیست، اینه از یکی از این دیگه خودت میفهمید، از یکی از کیسه ها یه مهره، یعنی یا از کیسه آ یا از کیسه ب یا از کیسه سه، از یکی از اینا میخواد برداره، پس میشه اصل جمع چهار به علاوه سه به علاوه دو میشه نه. یا از آ برداره یا از ب برداره یا از. اما قسمت ب چی میگه؟ از هر یک از کیسه از هر یک از کیسه یه مهره برداره، یعنی از کیسه آ یه مهره برداره و از کیسه ب یه مهره برداره و از کیسه ب. تو دلش اصلا مرد میگه از هر کدوم از کیسه یه مهره. امیدوارم که این معادل سازی های جملات فارسی رو به زبان سلیس فارسیتون راحت بتونید انجام بدید. به نظر من اصلا سخت نیست، فکر نمی کنم تا به حال تو این 22 سالی که دارم درس میدم جایی نبوده که بگن ای آقا ما نمیفهمیم چجوری معادل سازی میکنید. قطعا میدونم که متوجه میشید. از هر کدوم از کیسه های مهره، یعنی از کیسه آ یه مهره و از کیسه ب و از کیسه سه، پس کیسه آ و از کیسه ب و از کیسه سه یه مهره برداریم، پس اصل ضرب چهار ضرب در سه ضرب در دو، چهار سه تا دوازده، دو تا بیست و چهار تا. اصل جمع، اصل ضرب. خب بریم ببینیم که دنیا دست کیه. به 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 به، آقا اصل جمع رو یاد گرفتی، اصل ضربم یاد گرفتی، میخوایم با یه مفهومی آشنا بشیم تحت عنوان جایگشت. مفهوم جایگشت رو قبل از اینکه یاد بگیری باید با یک نماد ریاضی آشنات کنم. به اون نماد ریاضی میگیم نماد فاکتوریل. فاکتوریل، فاکتوریل نوشته میشه، فاکتوریل خونده میشه. فاکتوریل، فاکتوریل برای اعداد حسابی تعریف میشه، یعنی 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5. اساسا ما تو شمارش وقتی داریم میشمریم که عدد منفی نداریم، عدد غیر حسابی هم نداریم دیگه، وقتی داریم میشمریم تعداده، تعداد یعنی یه دونه، دو تا، سه تا، پنج تا، هزار تا، 200 تا، یا نه هیچ حالتی نداره، صفر تا. نمیتونیم بگیم تعداد حالت‌های یک کاری مثلا 3 پنجم، بی معنیه. تعداد حالت‌های یک کاری رادیکال 3، او میخندن. تعداد حالت‌های یک کاری 2 هفتم، او مسخرمون میکنن، میبرن دارمون میزنن. با اعداد حسابی سر و کار داریم، 0 1 2 3 4. پس فاکتوریل هم برای اینا تعریف میشه، صرف یک، صرف فاکتوریل، یه فاکتوریل، دو فاکتوریل، سه فاکتوریل، چهار فاکتوریل، پنج فاکتوریل، برو بالا. آقا فاکتوریل یعنی چی؟ ان فاکتوریل یعنی چی؟ آقا ان فاکتوریل یعنی ان رو ضرب در قبلیش کنی
ضرب در قبلیش کنی، ضرب در قبلیش کنی، ضرب در قبلی قبلی خب انقدر بری تا برسی به یک. انقدر بری تا برسی به یک. n فاکتوریل یعنی عدد n ضرب در قبلی ضرب در قبلی ضرب در قبلی ضرب در قبلی 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 انقدر برو پایین تا برسی به یک. طبق قرارداد یادت باشه این قرارداد، طبق قرارداد صفر فاکتوریل یک، این قرارداد اینو داشته باش، صفر فاکتوریل یک. بقیه رو طبق الگو میریم. خب یک فاکتوریل خودشه یک، دو فاکتوریل میشه خودش ضرب در قبلیش دو یکی دوتا، سه فاکتوریل میشه سه ضرب در دو ضرب در یک میشه شش، چهار فاکتوریل میشه چهار ضرب در سه ضرب در دو ضرب در یک چهار سه تا دوازده دو تا بیست و چهار، پنج فاکتوریل میشه پنج چهار سه دو یک ضرب کن میشه صد و بیست، آقا شش فاکتوریل میشه 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 6 5 تا 30 3 4 تا 12 3 تا 36 2 تا 720 تا و الی آخر 720 و الی آخر کار نداریم. پس فاکتوریل رو یاد گرفتی، یادت باشه 3 فاکتوریل 1، 1 فاکتوریل هم 1، 1 فاکتوریل طبق فرمولیه که عدد ضرب در قبلیش قبلی نداره دیگه یک، سه فاکتوریل طبق قرارداد یک. بقیه هم که هر عدد ضرب در قبلیاش ضرب بشن تا یک. حالا یکی از کارهایی که شما باید بلد باشید ساده سازیه، بتونید فاکتوریل ها رو ساده کنید. آقا فاکتوریل ها رو چجوری ساده میکنیم؟ من اینجا یه الگو مینویسم، از این الگوه لذت ببرید. ببینید بچه ها، شما n فاکتوریل رو میتونید بنویسید n در n منهای یک فاکتوریل. ای آقا چجوری میشه؟ میگم خب n در n منهای یک فاکتوریل خودش چی میشه؟ میشه n منهای یک ضرب در n منهای دو، n منهای سه، n منهای چهار، سه دو یک همون میشه دیگه. یا بنویسید n در n منهای یک در n منهای دو فاکتوریل. ایرادی داره؟ نه. خب میشه n در n منهای 1 خود n منهای 2 فاکتوریل چی میشه؟ میشه n منهای 2 ضرب در قبلیاش، n منهای 2 n منهای 3 n منهای 4 بره تا 3 2 1 انقدر کم بشه تا 3 2 1 بشه و الی آخر. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما اگر مثال میزنم 8 فاکتوریل داشته باشی، 8 فاکتوریل میتونی 8 ضرب در 7 فاکتوریل. ایرادی داره؟ میگه نه آقا درسته دیگه اینجوری که شما میگی، چون 7 فاکتوریل خودش میشه 7 6 5 4 3 2، خب اینا میشه 8 7 6 5 4 3 2. یا بنویسیم 7 ضرب در 8 معذرت میخوام 8، یا بنویسیم 8 ضرب در 7 ضرب در 6 فاکتوریل، این هم میشه 8 7 6 فاکتوریال میشه 6 5 4 3. یا بنویسیم 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5، اوه همینجوری 8 ضرب در 6 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5 ضرب در 4 فاکتوریال. خب به چه درد میخوره؟ ببین کجا چی نیاز داری. یه موقع تو مخرج 5 فاکتوریال داری، تا 5 فاکتوریال برو که 5 فاکتوریال بالا پایین ساده کنی. یه موقع 7 فاکتوریال داری، تا 7 فاکتوریال برو که 7 فاکتوریال بالا پایین، چه خوب ساده سازی میشه. یعنی تو ساده کردن این قاعده به شدت به شما کمک میکنه و فاکتوریال رو ساده میکنه. این نکته اول. این نکته اول. نکته دوم بچه ها، انجام عملیات ریاضی طبیعتاً بین فاکتوریال عدداش انجام میشه، اما رو نمادش انجام نمیشه. یادت باشه روی نماد فاکتوریل ما اعمال جبری صدق نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اینجا می نویسم اعمال جبری، یا بگیم همون چهار عمل اصلی، روی فاکتوریل عمل نمی کند. یادت باشه
آقا بروسنی یعنی چی؟ یعنی 3 فاکتوریل به علاوه 2 فاکتوریل نمیشه 5 فاکتوریل. فکر نکنی 3 فاکتوریل به علاوه 2 فاکتوریل میشه 5. نه، رو نماد فاکتوریل اعمال 4 عمل اصلی اعمال جبری انجام نمیشه. باید حساب کنی 3 فاکتوریل چنده؟ 6. 2 فاکتوریل چنده؟ 2. 6 و 2 میشه 8. این هر حقیقه. اونور 5 فاکتوریل 120، مگه 8 با 120 برابر؟ نه، برابر نیست. نه جمع، نه تفریق، نه ضرب، نه تقسیم. بچه ها میان این کارا میکنن، از این کارهای فاجعه بار میکنن، میگن آقا 8 فاکتوریل تقسیم بر 4 فاکتوریل مساوی با 2 فاکتوریل. غلطه ها، این غلطه. 8 فاکتوریل تقسیم بر 4 فاکتوریل میشه 2 فاکتوریل. غلطه، حواست باشه. 8 فاکتوریل تقسیم بر 4 فاکتوریل 2 فاکتوریل نمیشه. 8 فاکتوریل خودش میشه، ببین 6 فاکتوریل 720، 720 ضرب در 7 ضرب در 8، 4 فاکتوریل میشه 24. اینا رو تقسیم بر هم کنی 2 میشه؟ نه، نمیشه. پس اینم نکته دوم. یه نکته از این قاعده استفاده کنی، n فاکتوریل میشه n در نمنهای 1 فاکتوریل، n در نمنهای 1 نمنهای 2 الی آخر. نکته دوم، اعمال چهار عمل اصلی اعمال جبری ضرب تقسیم جمع تفریق روی نماد فاکتوریل انجام نمیشه. فاکتوریل رو باید باز کنی، عددش رو پیدا کنی، جمع و تفریق و ضرب رو تقسیم کنید. بیاد یه سری ساده سازی انجام بدیم، حالش رو ببریم. آقا میگه 10 فاکتوریل تقسیم بر 7 فاکتوریل. همین الان یاد گرفتیم. آقا 10 فاکتوریل رو بنویس 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7 فاکتوریل. تا 7 فاکتوریل برو جلو، پایینم که 7 فاکتوریل. تموم شد. 7 فاکتوریل بالا رو با پایین ساده کن. خیلی مهمه، رو این ساده سازیه دارم کار می‌کنم. بقیه‌اش راحته. 9 8 تا 72 ضرب در 10 720. خیلی ساده. آقا اینو بیا ساده کنیم. ببین 8 فاکتوریل پایین 3 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل ضرب در 5 فاکتوریل. 8 رو تا 5 برو پنجره بزنیم، بشه 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5 فاکتوریل. پایین 3 فاکتوریل میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 1 3 2 تا 6 تا. 2 فاکتوریل 2 1 2 تا ضرب در 5 فاکتوریل. برو بزن بزن. واو، 5 فاکتوریل با 5 فاکتوریل کلش میره، این 6 هم با این 6 میره، این دوارم با این 8 ساده کن 4. چی شد؟ بالا 4 رفت تا 28. چقدر خوب آقای پروسینی، قشنگ میتونی ساده کنی فاکتوریال رو، باید یاد بگیری خوب ساده کنی. دیگه چی؟ آقا n به علاوه 1 فاکتوریال تقسیم بر n منهای 1 فاکتوریال. n به علاوه 1 فاکتوریال تقسیم بر n منهای 1. آقا شروع کنم. آقا n به علاوه 1 رو می‌نویسم n به علاوه 1. ضرب در قبلیش کیه؟ قبلی n به علاوه 1 n. ضرب در قبلیش کیه؟ n منهای 1 همینجا فاکتوریال. n به علاوه 1 قبلیش n، قبلیش n منهای 1 فاکتوریال. آقا چرا تا n منهای 1 رفتی؟ چون مخرج n منهای 1 فاکتوریال دارم. تموم شد. این n منهای 1 فاکتوریال رو با این n منهای 1 فاکتوریال رو ساده کن. میشه n در n به علاوه 1. دوست داری تو هم ضرب کنی، میشه n2 به علاوه n. اغلب مواقع به درد نمیخوره که حالا تو هم حتما ضرب کنی. خب این در مورد فاکتوریل. حواست باشه. یه نکته دیگه هم بهت اضافه کنم، این نکته نکته خاصی نیست. تو در کثرت استفاده اینا رو باید تا 6 فاکتوریل باید بلد باشی. آقا 5 فاکتوریل 120، 4 فاکتوریل 24، 3 فاکتوریل 6، 2 فاکتوریل که 2، 3 فاکتوریل و 1 فاکتوریل که 1، 2 فاکتوریل 2، 3 فاکتوریل 6، 4 فاکتوریل 24، 5 فاکتوریل 120 و 6 فاکتوریل 720. اینا رو باید حفظ باشی ها، اینا رو باید حفظ باشی. انقدرم تست میزنی، تمرین حل میکنی، حفظ میشی. نری اومال محاسبه. از 3 فاکتوریل تا 6 فاکتوریل باید حفظ باشی عددش. خب آقای پروسینی میخوای بری جایگش درس بدی؟ نه، میخوام برم یه خورده فعلا از همینایی که گفتم تست بزنم، بریم جلوتر تستا رو ببینیم. اب نداره، بریم تست بزنیم.
جایگشت رو بذاریم جلسه ای بعد. تسل اصل جمع، اصل ضرب، جایگشت. از شهر آخ آخ داریم تست میزنیم. وای وای داریم از کتاب 12 تست میزنیم. از شهر آب شهر آقا شکل بکش. از شهر آب شهر به 4 راه و از شهر به شهر 3 5 راه. آقا از این آ این ب این 3، از آ به 4 راه، این یکی، این دو تا، این 3 تا، این 4 تا، آ ب، از ب به 3 اوه 5 راه، این یک، این دو، این 3، این 4، این 5، اینم 3. به چند طریق میتوان از شهر آب شهر 3، از آب خواهیم بریم به 3، از ب باید رد شیم دیگه، نمونه شو دیده، رفت و آخ 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 رفت و برگشت و اصل ضرب میره و بر میگرده، شاپرک خسته میشه، میره و بر میگرده، یعنی بره برگرده. آقا شرط هم داره. آره، رفت و برگشت به طوری که در مسیر برگشت از راههایی که در مسیر رفت استفاده کرده ایم عبور نکنیم. وای 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 عبور نکنیم. پس باید نگاه کن، از آ بریم به ب، از ب بریم به سه، بعد از سه بریم به ب، از ب برگردیم به آ، درسته؟ میخوایم بریم و برگردیم دیگه. از آ به ب چند راه داریم؟ 4 راه. از ب به سه چند راه داریم؟ 5 راه. حالا میخوایم برگردیم، از سه به ب چند راه داریم؟ 4 راه. چرا؟ چون گفته از اون راههایی که تو مسیر رفت رفتی بر نگردی. بالاخره یکی از این 5 تا رو من رفت رفتم دیگه، نمیتونم اونو برم، پس 4 تا میمونه. چقدر قشنگ. از اونی که رفتی نمیتونی برگردی، راههای رفت و برگشت نباید یکسان باشن. از ب به سه یکی از این 5 تا راه انتخاب کردی، حالا برگشت دیگه اونو نمیتونی انتخاب کنی، یه 4 راه میمونه. از ب به آ هم همینطور 4 تا بوده، گفته راههای برگشت و رفت یکی نباشه، از این 4 تا یکیشو تو رفت اومدی دیگه نمیتونی، میمونه 3 راه. تموم شد دیگه. همه هم وعه دیگه. از آ بریم به ب و بریم به سه و بریم به ب و بریم به الی آخر، ضرب کن دیگه، میشه 4 ضرب داره 5 ضرب داره 4 ضرب داره 3 4 5 تا 20 تا 4 3 تا 12 تا 12 2 تا 20 و 4 تا 240 زدیم تو گوش تست گزینه 3. به این میگن تست زدن، به این میگن تسلط کامل روی اصل ضرب و اصل جمع. یک دانش آموز به چند طریق میتواند به همه 10 سوال یک آزمون 4 گزینه ای پاسخ بده؟ آقا چند تا سوال داریم، یه مهارت یادت بدم تو اینجور موقع ها، بیا به قول من گردالو، به قول شما دایره بکش. چند تا سوال داری؟ 10 تا سوال. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا سوال داریم، میخواد به همه 10 تا سوال پاسخ بده. آقا پاسخ به همش هم میخواد پاسخ بده ها، یعنی نزده نداره. آقا هر سوال برای پاسخ دادن چند حالت داره؟ چند تا راه برای پاسخ دادن داری؟ 4 تا. یا گزینه 1 رو میزنی، یا گزینه 2 رو، یا گزینه 3 رو، یا گزینه 4 رو دیگه، یا 1 رو، یا 2 رو، یا 3 رو، یا 4 رو. یعنی این 4 حالت داره، 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 این 4 حالت، 4 حالت، 4 حالت، 4 حالت، 4. اصل ضرب یا جمع؟ معلومه ضربه. مگه تو میخوای به سوال یک پاسخ بدی یا به سوال دو یا به نه دیگه، میخوای به سوال یک و دو و سه و همه رو میخوای پاسخ بدی و همه رو داری با هم انجام میدی؟ اصل ضرب. 10 تا سوال داری، هر سوالم 4 حالت داره. چرا 4 حالت داره؟ چون 4 گزینه ایه، یا یک رو میزنی یا دو رو یا سه و یا. آقا نزده نداریم. چرا؟ چون گفته میخواد به همه سوالات پاسخ بده. 10 تا 4 تو هم ضرب شدن، میشه 4 به توان 10. میری گزینه ها رو نگاه میکنی میبینی 4 به توان 10 نداری، گول نخوری بری 10 به توان 4 رو بزنی، یا 4 به توان 10 نداری. خب میگم آقا من قوانین توانا رو بلدم، 4 رو مینویسم 2 به توان 2 به توان 10. حالا یاد گرفتم که توانا در هم ضرب میشن، 2 10 تا 20 تا میشه 2 به توان 20، یعنی گزینه 2. گزینه تو با پور حسینی موفقیت در یک قدمی شماست. عجب سوال قشنگی بود. یه تست هم تست از این محاسباتی ها بزنیم جلسمونو تموم کنیم. گفتیم که حواست باشه کدام تساوی نادرسته. خب
اینو بررسی کردیم تو گزینه‌هامون تو درسمون 28 شد. ببین من هم اینا رو آوردم که خیلی وقت نگه. این درست، این که درست، 8 فاکتور 3 2 5 28. این n به علاوه یک فاکتور n من های یک فاکتور یادتون چی شد؟ شد n در n به علاوه یک، شد n دو به علاوه n. اینجا گفته n دو من های n. این غلط، همین الان حساب کردیم دیگه. این غلط، تموم شد، چون اونجا حساب کرده بودیم. آقا میشه بقیه هم برای اون حساب کنی؟ آره. صفر فاکتوریال یک، جذرش هم یک. یک فاکتوریال یک، جذرش هم یک. 4 فاکتوریال 24 با 1 میشه 25، جذرش میشه 5. 5 و 2 میشه 7. اینم که درست. 3 فاکتوریال چنده؟ 6. خودش دوباره فاکتوریال داره، میشه 6 فاکتوریال تقسیم بر 2 فاکتوریال. 6 فاکتوریال چنده؟ 720 منهای 2 فاکتوریال 2. 720 منهای 2 میشه 781، نه 718. اینم که درسته، 718. اینم درسته، فقط گزینه دو نادرست بود. عجب سواله قشنگی. به نظرم اگه اجازه بدید من چهارم حل کنم و بگذاریم. گاهی اوقات توی فاکتوریل ها به شما معادله میدن، به خاطر همین گفتم سه فاکتوریل تا چهار تا شیش فاکتوریل رو حفظ باشید. گفته مجموع ریشه های این معادله، معادله x2 منهای 12 فاکتوریل مساوی 20. ای آقا فاکتوریل یه عددی شده 24، میرم سرچ میکنم کدام عدد است که فاکتوریل آن برابر 24 است. 4 فاکتوریل، 4 فاکتوریل. آقا 4 فاکتوریل 24، پس این 4، 4 فاکتوریل که 24، پس x2 منهای 12 چهاره، پس x2 دوازده رو میبرم اونور با چهار، 16. جذر تابسون تو روش ریشه گیری گفتیم x میشه جذر 4 مثبت، جذر 16 مثبت و منفی 4، x میشه حالا مجموع ریشه ها رو میخواد. خب مجموع ریشه ها میشه 0 دیگه. یه ریشه دارم مثبت 4، یه ریشه دارم منهای 4، جمعشون میشه 0، یعنی گزینه 4. خیلی تست قشنگی بود. از 3 فاکتوریل تا 6 فاکتوریل رو حفظ باشید. اصل ضرب، اصل جمع، آشنایی با نماد فاکتوریل. میریم که انشاءالله جلسه بعد جایگشت رو تدریس کنیم. تا دیدار دیگه. یا علی، خدا نگهدار.